ضروری ترین وصف برای یک معلم اعتقاد به قدسیت کار خودشه. گفتن که وصف بزرگ پیغمبر ما این است که آمن الرسول به ما انزل اله. رسول خدا ایمان داشت به قدسیت کار خودش. اونهایی که در این دنیا اشتغال دارن، اینا بر دو اسمن. یه قسمشون کارهای عادی است، ولی بخشی از انسانها موفق میشن کاری داشته باشن که قدسیت داره. بالاتر قدسیت، اصلا قدسیت یعنی طهارت، تقدیس یعنی تطهیر. چیزی رو که خدا تقدیس کرده، تطهیر کرده، ما بهش میگیم امر قدسی. ما به زمان قدسی اعتقاد داریم، به کارهای قدسی اعتقاد داریم و کارهای قدسی در زندگی بشر، سرنوشت بشر تأثیر استثنایی داره. بالاترین، یکی از بزرگترین کارهای قدسی عبارت است از تعلیم، عبارت است از معلم بودن. چقدر خدا خوب گفته است که خدا فرموده است من این همه نعمت به شما دادم، کریمم اما اکرم نیستم. من زمانی اکرمم که معلم باشم. و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. یعنی چون نعمت علم دادم پس اکرمم، چون معلمم پس اکرمم. علتش هم این است که تعلیم، تربیت، خدمت به غایت خلقت است. هیچ کاری در این دنیا بالاتر است خدمت به غایت خلقت نیست. کسی که به غایت خلقت خدمت میکنه در ذمه تمام ذرات عالم حق داره. برای همین است که در روایت است که ماهی های دریا، جنبنده های سوراخ ها، ملائکه آسمان همه استغفار میکنن به معلم خیر، چون همه اونها متوجهن که معلم خیر چه حقی در ذمه اونها داره. حتی در ذمه ماهی های دریا حق داره، چون خدمت به غایت خلقت کار معلم. تمام جنبنده ها مدیون غایت خلقتن و کسی که خدمت میکند به غایت خلقت عبارت است از معلم، عبارت است از تربیت، عبارت است از تعلیم. برای همین است که معلم خیر یه جایگاه ویژه‌ای در ملکوت داره. در روایت است که دو یف سماع عظیما در ملکوت، چون همه اسم دارن در عالم ملکوت. ما دو تا اسم داریم، یه اسمی که مادر پدر به ما گذاشته است، یه اسمی که خدا به ما گذاشته است. در طواف، در دعای طواف میخونیم اللهم لا تغیر جسمی ولا تبدل اسمی، خدای اسم من عوض نکن. بعضیا سمی فی السماء کلبا، بعضیا سمی فی السماء خنزیرا، بعضیا سمی فی السماء کافرا، بعضیا یدعا به اربعت اسما، منافق با چهار اسم صدا زده میشه. اینا همه نشان از اون دارایی های باطنی روحیشه که این اسامی رو داره. ولی درباره کسی که درس یاد میگیره، علم تحویل میده، علم یاد میگیره، دو یف السماء عظیما، دعوت یاد برده میشه، صدا زده میشه در عالم ملکوت عظیما. حالا خدای متعال در قرآن اومده است کاری کرده است که معلم رو، اولل علم رو در ردیف خودش ذکر کرده است. آیا بالاتر از این میشه یه نعمتی، یه تجلیلی، یه تکریمی تصور کرد؟ ببینید چقدر استثنایی است. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. کجا رفت؟ در ردیف خدا، خود خدا، خدا قرار داد در ردیف خودش. به پیغمبر ما چقدر نعمت داده است، ولی وقتی که معلم پیغمبر است اونجا میگه فضل عظیم و علمه که ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. وقتی مشرکین به پیغمبر گفتن دوتا باید شاهد داشته باشی بر رسالت، خدا گفت شاهدش منم و علی، منتها امیر المومنین رو با اون همه اوصاف با علمش معرفی کرد. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. برای همین است که تا حصار زمان و مکان نشکنه یه معلم جایگاه خودش رو نمیتونه تصور بکنه. به حضرت گفت که چرا علما رزقشون کم است؟ حضرت فرمود الیس العلم من الرزق؟
آیا علم جزء رزق نیست؟ اینه که این همه نسل سالم در اختیار شماست تا نسل فاخری رو پای ریزی بفرمایید. آیا این رزق نیست؟ این توفیق نیست؟ سه طائفه اجازه شفاعت دارن: انبیا، علما، شهدا. علتش این است که این سه طائفه هیچ کدوم برای خودشون کار نمی کنن. اینها مصلحند. کسانی که اصلاح دارند در جامعه، خدای متعال حساب خاصی برای اونها در خلقت باز کرده است. اونقدر خدای متعال حساس است به مسئله تعلیم که پیغمبر ما علمی که گرفت از خود خدا 40 سال کلاس خصوصی، معلم خود خدا، شاگرد یه نفر، اونم پیغمبر ما، ادبنی ربی 40 سنه، در این 40 سال اونقدر علم و ریخ به قلب پیغمبر، قلب پیغمبر از عرش بزرگتر شد. عرش یعنی تمام کائنات، عرش یعنی تمام کهکشان ها. برید تا مواد تاریکی، برید تا خلأ الهیتنا، هر کجا برید اصلا میتونی انتها رو تصور کنی؟ هر کجا بگی که کائنات تمام شد یعنی چی؟ یعنی چی شروع شد؟ هر چی شروع بشه باز میشه مظهر. عرش خدا یعنی مظاهر خدا، ولذا هیچ چیزی نمیتونه از عرش خارج بشه، چون مظهریتش رو از دست میده و این ممکن نیست. ولذا اومده است که ولایت و عرشه و قدم، قدم هیچ کس به عرش نرسیده است. قلب پیغمبر اونقدر بزرگ شد که از عرش بزرگتر شد. اما باز خدا میگه و قل ربی زدنی علما، بگو پیغمبر این همه علم داره ها، بگو که ربی زدنی علما، خدایا معلم من باش، باز به من چیز یاد بده. و حرف عجیبی زد حضرت، فرمود که خدایا مبارک نگردان اون روزی را که بر من بگذرد اما من چیز جدیدی یاد نگیرم. حضرت فرمود الان یه جوان بهشتی وارد میشه، اصحاب همه در نگاه میکنن یه جوانی وارد شد. مجلس که تمام شد همه ریختن سر این جوان، گفتن که هنی علکه تو بالکه که جوان بهشتی هستی. این جوان اومد محضر پیغمبر، گفت یا رسول الله من نمیخواستم مردم بدونن، دیگه من نمیتونم زندگی بکنم، فردا ستایش کرنش، دعا بفرمایید من بمیرم. حضرت فرمود 3 روز دیگه میمیری. گفت یا رسول الله در این 3 روز چه کار کنم؟ گفت برو درس یاد بگیر. در این 3 روز نه دیپلم میگیره، نه لیسانس میگیره، نه فوق لیسانس میگیره. اما پیغمبر ما میخواد بگه که علم، تعلیم، تعلم شرافت ذاتی داره. این شرافت ذاتی ملکوتش مقاماتی است که ما عاجزیم از تصور آن در عالم آخرت. آقا رسول الله وارد شدن مسجد، دیدن یک عده نماز میخونن، یک عده مشغول مذاکره علمن. فورا با اونایی که مذاکره علمی داشتن نشست و فرمود به تعلیم ارسل تو، من مأمورم که معلم باشم. اینجا که حضرت با اونا نشست و برخاست داره، معنیش این است که در آخرت هم با معلمین حضرت نشست و برخاست داره. یعنی یه حرکت بسیار پیامداری رو حضرت اینجا انجام دادند. بنابراین اینی که توفیق حاصل شده برای عزیزان من در راهیان کوثر که یک مجموعه بسیار مبارک است در سطح کشور، استعدادهای خاصی که ظهور کرده و رتبه های بسیار خوبی که به حمدالله در محافل علمی کسب کردن، برای ما فخر و شرف است. من تبریک عرض میکنم و چقدر ما باید شاکر باشیم که سپاه معظم ما در عرصه های علمی تکنولوژی وارد شده و نیاز کشور را تأمین کرده و به حمدالله اول منه در چینش ملت ها دولت ها ما در یه جایگاه بسیار ویژه از جهت تولید دانش قرار گرفتیم، سهیم شدیم در تولید دانش جهانی. و حرف آخرم یه جمله است از مقام معظم رهبری که هرچه درباره این جمله صحبت کنیم کم است،
حضرت آقا فرمودن علم تا اون نقطه‌ای که الان در دنیا رفته ایستاده، ما برای اینکه از اون نقطه جلوتر بره باید تلاش بکنیم، یعنی آرمانی ترین فکر. مقام معظم رهبری فرمود ملت ما باید آرمانی فکر بکند. انقلاب ما آرمانی است، هزینه هم که پرداخت کردیم آرمانی است، و انشاءالله ما دین خودمون رو به شهدای خودمون، ملت خودمون، تاریخ خودمون و به اهل بیت و به دین خودمون انشاءالله ادا خواهیم کرد. به عزیزان خودم از اینکه در سنجر تعلیم توفیق دارن و خدمت میکنن قلبا تبریک عرض میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.